بفرما جان. شما با فلسفه زیاد میونه خوشی ندارید؟ نه اکثرا از طلبای جدیدم همین دورن، یعنی نسل جدید طلبه ها عجب زیاد با فلسفه جور نیستن. ولی من فلسفه رو میخونم میبینم اونا هم دارن توحید رو مثلا یه جوری بله میکنن. حالا من جواب میدم. خب با توحیدن با یه مصادر علمی دین میشه یکم برامون؟ بله درسته، خدا خیرتون بده. برای یه جمله آخر، این جمله مال حضرت علی لا جبر ولا تبعیض بل امر بین الامرین. بله خیلی ممنون و متشکرم. سلامت باشین، خدا خیرتون بده. ببین برادر بزرگوار من، فلاسفه اینطوری نیست که تمام حرفایشان دروغ باشه. ما نمیگیم که تمام حرفای فلسفه ابن سینا هر چی گفته همش دروغه. ابن سینا بسیار آدم زرنگی بوده. یعنی ابن سینا در دقت نظر، در فهم، در دانش، در تیزبینی، در دقت و در اینکه استدلال متقن انجام دادن اصلا عجوبه بوده. ابن سینا اصلا نظیر او، مانند او در تاریخ علماء مسلمان کم. حقیقت امر اینه و اینطور این نیست تمام حرفاش دروغ باشه. ببینید انسانهای مناهجی که باطل هستن، راههایی که باطل هستن، اینها اینطور ایج وقت منهج نمیابی که تمام حرفاش دروغ باشه. مثلا وهابی ها تمام حرفاش دروغ هست؟ نه، تمام حرفاش دروغ نیست. اشعری ها های تمام حرفاش دروغ هست؟ نه. اسماعیلیه ها تمام حرفاش زیدی ها؟ نه. هیچ دینی نیست که تمام حرفاش دروغ باشه. اینها عموما اینطورین، یک مقدار راست دارن یک مقدار دروغ. اون راستش زینت اون دروغاشه، راست را آوردند و در کنار اون زهر مار قاطی کردند. شما برید مذهب بودایی را مطالعه بکنید، حرفای خوب خیلی زیاد داره. اصلا بودایی میدونید، مذهب بودایی یکی از مذاهبیه که در غرب بسیار در حال گسترشه. بودایی ها چرا؟ چون حرفای خوب، حرفای اخلاقی خوشایند، بله خیلی زیاد دارن اینا. در شهرهای بزرگ امریکا ببینید معابد خیلی مجلل از هندوها، نمیگم بودایی ها، دارن. و بله غربی ها رو ببینید میرن تبت، میرن خدمت شما عرض کنم که کوریا، میرن چین، میرن در معابد اینها، اونجا تربیت میبینن. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر یک سلسله حرفای خوب داره. خب در کنارش خیلی از حرفای باطل هم داره، حرفای نادرست هم داره. لذا همینطور فلسفه، ببینید شما، ما و شما معذف هستیم که دین خود را از کی بگیریم. ها شما به من بگو دین خود را از کی میگیری؟ دین را از کی میگیری؟ آخر توحید جزء دین نیست؟ خب اساس دینه، از کی میگیری اینا؟ از ملاحده یونان یا از اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام؟ اصلا اخذ معارف از غیر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام این فسق، این سبب شقاوته. فلاسفه یک مقدار حرفایشون درسته و بعد در کنارش خیلی حرفای باطلی دیگری هم دارن که کفر محضه. و یکی از افاضل خیلی محترم در عصر ما، آقای آیت الله حسن میلانی حفظه الله، مباحث خیلی، من ایشان از نزدیک نمیشناسم، وبسایتی ساده ای دارن ایشان، اونجا تحقیقات خوبی دارن، کتاب های ایشان نوشتن در رد فلسفه و عرفان، مطالب خوبی ایشان بیان کردن، اونجا میتونید شما مراجعه بکنید. خدا خیرتان بده. شما فلسفه بجز از ظلمت، من خیلی فلسفه زیاد خواندم، بله بجز از ظلمت، بجز از تاریکی، بجز از این که ذهن انسان را بله دور از حقیقت بکنه، دیگر هیچ دستاوردی نداره. البته فلسفه، عوام الناس نمیدانن فلسفه چیه. فلسفه معناش تعقل نیست، ما دشمن تعقل نیستم. تعقل خیلی فکر کردن کار خیلی خوبه، حقایق دین را آدم فکر بکنه، عقل و حکمت و دانش، این معناش فلسفه نیست. فلسفه منظور جهانبینی خاصی، طرز تفکر جهانبینی خاصی که بله مأمون عباسی و قبل از او خالد ابن یزید ابن معاویه، خالد فرزند یزید فرزند معاویه، اینها این را از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه کردن در شام و در عراق و بین مسلمین منتشر کردن و اصلش از اونجا آمد. منظور از فلسفه آن هست. و الا اگر منظور از فلسفه اون چیزی که عوام الناس فکر میکنند که فلسفه یعنی تعقل، آدم ژرف‌اندیش باشه، این کار خیلی خوبیه،
فلسفه به معنای عقل نیست. فلسفه وقتی در بین حوزه گفته میشود، فلسفه یعنی اون طرز تفکر خاص، جهان بینی خاص که یزید، خالد ابن یزید ابن معاویه و بعد از او مأمون عباسی عبدالله ابن هارون، بله مأمون عباسی وارد اسلام کرد به خاطر مقابله با اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. اون را آورد و بین مسلمان ها منتشر کرد و در سابق شیعیان فلسفه نمی خواندند، در این اواخر دیگه در شیعیان زیاد پیروی عرفان شدند، پیروی فلسفه شدند. و ان شاء الله در آینده ما مباحث شاید مبسوطی خدمت شما به عرض برسانیم.